بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. قبل از ویدیوی گذشته ما گفتیم که جمع و تفریق وکتورها به دو طریق انجام میشه، که طریقه گرافیکی و دیگر طریقه تحلیلی است. باز گفتیم که طریقه گرافیکی به دو بخش تقسیم شده، که طریقه مثلث و دیگر طریقه متوازی الاضلاع. در ویدیوی گذشته ما طریقه متوازی الاضلاع را خواندیم و ماده ای ویدیو ما طریقه چی رکار میکنیم؟ طریقه مثلث. یک مثال کار میکنیم. در اینجا شما یک مثال میبینیم که مثال هستن که وکتور A و وکتور B است. ما میخواییم که وکتور A جمع وکتور B که مساوی میشه به چی نامعلوم است، این ما میخواییم پیدا کنیم. به طریقه چی؟ به طریقه مثلث. به طریقه مثلث چی میکنیم؟ موازی با وکتور A یک وکتور دیگر رسم میکنیم. ما اول میگیریم به اندازه و همجهت به یک وکتور رسم میکنیم اینجا. این میشه وکتور A ما. بعدن چی میکنیم؟ بعدن همجهت با وکتور B و همون اندازش هم میگیریم که چقدر اندازش هستم. از کجا رسم میکنیم؟ از انجام وکتور A مبدای وکتور B رسم میکنیم. یعنی ما در انجام وکتور A وکتور B را از اینجا رسم میکنیم. ما از انجام وکتور A به شکل از انجام وکتور A خط رسم میکنیم به اندازه وکتور B. و جهتش هم چی میکنیم؟ به شکل جهتش هم میدیم. بسر برتون میگم، اول میگیریم ما وکتور A را در جای انتقال میدیم، این وکتور A ماست. بعد از انجام وکتور A ما وکتور B را شروع میکنیم به این شکل که میشه وکتور B ما. بعد از او چی میکنیم؟ مبدای وکتور A را با انجام وکتور B وصل میکنیم. اینجا شما میبینید که مبدای وکتور A را با وکتور و انجام وکتور B وصل میکنیم و جهتش هم از مبدای A شروع و به طرف وکتور B ما میده میره. این شده که وکتور R ما، یعنی مسئله A جمع B مساوی میشه به R یا مسئلهش. وقتی که ما از مسئله صحبت میکنیم، مسئله به این معنی که جمع وکتور ما را میتونه، یعنی حاصل وکتور، یعنی وقتی که A را جمع B کنیم چی را ما بوجود میریم؟ R، یعنی R کس همو چقدر فاصله ای تغییر مکان کرده، یعنی اون رو بر ما نشان میده. ایش تک به طریقه مثلث. دوباره برتون طریقه مثلث تشریح میکنیم. اول کس به طریقه مثلث چی میکنیم؟ وکتور اولی را یا A را انتخاب کنیم یا B را شما انتخاب کنیم، مشکل نداره. اول A را ما چی میکنیم؟ اینجا انتقال میدیم، این وکتور سبز کست A شده که انتقال دادیم. بعدا وکتور B را اندازش هم میگیریم که هرچه اندازش باشه، به مو جهت کست یا به مو زاویه کست این را انتقال میدیم. خب مبدای وکتور B را چی میکنیم؟ وصل میکنیم به انجام وکتور A. یادتون میگیم که از انجام وکتور A چی را وکتور B را رسم میکنیم. این رسم کردیم، این خط زد کست وکتور B شده. بعدا از مبدای وکتور A
به طرف وکتور به طرف انجام وکتور بی یک خط رسم میکنیم که میشه آر یا مسئله زی. این شده یک مسئله وکتورها به طریقه مسلح. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.